بسیاری معتقدند اکثریت تغییرخواه در جامعه الان به نقطه ای رسیدن که از این نقطه دیگه راه بازگشت وجود نداره و حکومت اونها رو نمیتونه به عقب هل بده. شما چه فکر میکنین در مورد اون چیزی که امروز تو خیابونها میبینیم در ایران؟ با تشکر، من تصورم این نیست، به دلیل اینکه اولا که این جنبش ها، من خودم اصطلاحا میگم جنبش های سریالی هستن، یعنی سالهاست این اتفاق از دوران دهه 76 یا یعنی دهه 70 و سال 76 78 تا امروز داره رخ میده و هرچی این مدار رو نگاه کنیم از گذشته به امروز داره به شدت زمانها و فواصل بین این جنبش ها داره کمتر میشه. این نشان از اینه که جنبش به شدت داره رو به ترقی میره و فرارویی میکنه به سمت تأمین یا تغییر مطالبات جدی که سالهاست مورد غفلت قرار گرفته. لذا این خیلی فاکتور بسیار مهمی است که اساساً گواه این است که این جنبش به شدت پویاست و پیشرونده. یک علائم دیگری در این جنبش به نظر من هست که بسیار حائز اهمیته. یعنی من فکر می‌کنم اگر دو تا پهنه جدی رو در بین مردم و نظام قدرت حساب کنیم، می‌بینیم تو این دو تا پهنه یک نظام فرهنگی با یک سابقه بیش از شاید 3000 سال که بعد داره بین مردم هست، با شعر و شور، با ادبیات، با نظام‌های اجتماعی، با چه می‌دونم حتی فرهنگ این 100 سال گذشته و مبارزات حق طلبانه و همینطور در طول تاریخ، این یک مجموعه است که در مقابل یک نظام به طور مشخص می‌دونم که نظام سرهنگی داره روبرو میشه، نظام فرهنگی در مقابل یک نظام سرهنگی. این نظام سرهنگی سراسر دندان مسلح و نخود مغزهایی هستن به اعتقاد من، چون حتی به قول دوستمون که اشاره کردن قد این فهم رو ندارن که احیانا با یک عذرخواهی میتونستن شاید امروز این قائله رو میخوابونن، ولی اینقدر اینها فاسد و نخود مغز هستن به تعبیر من، چون نشانه های یک نظام توتالیتر هست که چنان به تفرعن و خودفریبی میرسه که اساسا نهادها و قدرت مردم رو به هیچ نمیانگاره. چون نظام سرکوب متاسفانه یا خوشبختانه از منظر دیگری به سود مردم ساختارهای استبدادی رو به اصطلاح کور میکنه. این هم فاکتور دوم هست. یک چیز خیلی مهم به نظر من در این جنبش امروز خیلی مشهوده و اینکه یک اتحاد ملی رو ما در این جنبش میبینیم. یعنی شاید پیش از اینها ما این رو نمیدیدیم، شاید اتحادی بود که بین طبقات اجتماعی بود، ولی امروز سراسری بودن این جنبش گواهی بر این است که یک اتفاقی که برای مهسای عزیز افتاد که یک فردی بود از کردستان، ولی تمام ملت ریختند به خیابان و اینها گواه این است که مردم این بار دیگر نگاه به اصطلاح منطقه‌ای یا محلی ندارن، نگاه سراسری دارن. چرا؟ به دلیل اینکه بخش بزرگی از مطالبات و مشکلات مردم خوشبختانه از زاویه سود مردم و جنبش خواهانه میگم و از بابت منفیش از بابت سیستم که سبب شده که بخش بزرگی از مطالبات مردم هنوز پاسخ داده نشده و مردم به نقطه انفجار میرسن. سپاسگزارم از توضیحاتتون. ممنونم از شما، علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی از مالمو.